سلام میکنم خدمت شما بینندگان گرامی و همیهنان عزیز و خوشحالم که در برنامه دیگر از برنامه های تیک تاک در خدمت شما هستم. موضوعی که برای بحث و گفتگوی امروز در نظر گرفتیم حرفای دیروز خامنه است. دیروز خامنه ای در دیدار با گروهی از نیروهای رژیم از قم سخنرانی کرد. سخنان خامنه ای یک پریشانگویی تماشایی بود. ملغمه ای بود از رجزخوانی در عین ابراز وحشت از آینده تاریک پیش روی رژیم از مجاهدین و مقاومت ایران. قدر قدرت جلوه دادن رژیم و در عین حال اعتراف به بحران‌های رژیم در همه زمینه‌ها و درماندگی رژیم در قبال اونها. ابتدا توجهتون رو به گزیده از اظهارات ولی فقیه ارتجا جلب می‌کنم. خامنه ای سخنان خود را از بحرانی که شخص خودش و نظام ولایت فقیه در حوزه قم با آن مواجه است آغاز کرد و آن را در اداد بحران اقتصادی یاد کرد و نشان داد که چقدر از این بابت آشفته است و احساس خطر می کند. انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه فضای انقلابی قم را تغییر بدن، روحیه انقلابی قم و روحیه دینی قم رو کمرنگ کنن. انگیزه هایی وجود داره از کید دشمن در همه جنبه ها و جوانب نباید غافل شد. از جنبه اقتصادی که کید و مکر و دشمنی می کند، نباید از کید و مکر و دشمنی او در جنبه فرهنگی غافل شد. مشغولن، انگیزه هایی دارن، عواملی رو میفرستن، باید به این توجه کرد. بزرگان قوم، جوانان قوم باید نگذارن دست های خائن قوم رو از مرکزیت انقلاب، از کانون انقلاب بودن بیرون بیارن و کمرنگ کنن این معانی رو در او. خامنه ای سپس به مقوله سرنگونی رژیمش اشاره کرد و از اینکه رژیمش در سال 2018 سرنگون نشده از فرط جهل یا از فرط هول شدگی و وحشت گاف خنده‌داری کرد و گفت همین چندی پیش در همین نزدیکی یکی از دولت مردان آمریکایی در جمع یک مشت اوباش و تروریست گفت امیدوار است یا آرزو داره که جشن کریسمس 2019 را در تهران بگیره. جشن کریسمس 2019 همین چند روز پیش بود. این همون قدرت محاسباتی است. اینا همون آدمان، محاسبات اونها اقتضا میکنه که یک چنین امیدی داشته باشن. بیچاره خامنه ای یا نمیدانست که کریسمس با اول ژانویه و اول سال نو میلادی فرق دارد یا از فرط وحشت قاطی کرده بود. او در همین رابطه و به دنبال این سخنان خنده‌دار به عملیات فروغ جاویدان هم اشاره کرد و از اینکه رژیم در آن عملیات که هدف مجاهدین رسیدن به تهران بود سرنگون نشده ابراز خوشحالی کرد و ادعا کرد که رژیم 40 سال است که دارد حرکت می کند، دارد روز به روز رشد می کند، پرورش پیدا می کند، روز به روز تنومندتر دارد می شود. دلیل پیشرفت و قدرت رژیم را هم این ذکر کرد که شما ببینید در کدام کشورها فریاد مرگ بر آمریکا بلند می شود. این سابقه نداشت. اما ولی فقیه ارتجا چند جمله پس از این قدرت نمایی شعاری ناچار شد به ترس و جا زدن مقامات رژیمش اعتراف کند و در حالی که آنها را مخاطب قرار داده بود گفت در مقابل توپ و تشر این و اون پس نزنن، اونجوری که صحیح هست، اونجوری که باید انجام بدهن، در مقابل یاوه‌گویی های این دولت مردان آمریکایی و اروپایی و دیگران اون رو از دست ندن. اما جایی که خامنه ای عمق هراس و وحشت خود را بارز کرد نقطه‌ای بود که به خیزش ها و حرکت های اعتراضی و هدایت آنها توسط مقاومت سازمان یافته مردم ایران اشاره کرد. امروز یکی از شگرد های
فعال دشمن شایعه سازی است، مردم رو مضطرب کنن، مردم رو با هم مخالفت کنن، علیه این و اون تهمت بزنن، مردم رو به جان یک دیگر بیندازن، که البته چنین اتفاقی نمیافتد به توفیق الهی، اما اونا قصدشون اینه. مردم باید هوشیار باشن، متوجه باشن، مردم رو به مواجهه با انقلاب، با نظام دعوت میکنن، با کمال وقاحت. این مردمی که نظام متکیه به اونهاست، اگه مردم پشتوانه نظام، پشتیبان نظام نبودن، این ماجرای به این اهمیت پیش نمی آمد، پیش نمی رفت. انقدر وقیحن که همین مردم رو وادار میکنن، یعنی تشویق میکنن، تحریک میکنن به مواجهه با نظام. خامنه ای در قسمت دیگری از سخنان خود ناگزیر از اشاره به شرایط طاقت فرسای عموم مردم اشاره کرد و در حالی که تلاش میکرد آن را کمرنگ جلوه دهد گفت: به مسئله معیشت مردم یک اهتمام ویژه مصروف کنند. این مهمترین کار امروز، اولویت اینه، چون دشمن روی این متمرکز است. معیشت طبقات ضعیف، مشکلاتی که برای طبقات ضعیف در امر معیشت پیش میاد، این جزو اساسی ترین کارهاست برای مسئولان کشور، مسئولان دولتی، عمدتاً مسئولان دولتی. این مهمترین کارهاست. همونطور که در این گزارش هم دیدیم، خامنه ای در صحبتاش به موضوعات مختلفی اشاره کرد. خیلی زیاد از قدرتمندی رژیم و اینکه رژیم مستحکم هست و سرنگون نمیشه صحبت کرد و در این حال از نگرانیهاش در مورد وضعیت رژیم هم حرف زد. اما اینکه اصلی ترین حرف ها و دغدغه های خامنه ای در این صحبت ها چه بود و خامنه ای چه مسیری رو برای رژیمش ترسیم کرد، موضوع گفتگوی امروز ما هست که تا لحظات دیگر اون رو آغاز میکنیم. خب دوستان عزیز، گفتگوی امروزمون رو با احمد گلفشار آغاز میکنیم. با عرض سلام خدمت شما و تشکر ازتون. با سلام خدمت شما و سلام خدمت هم میهنان عزیز، بینندگان عزیز سیمای آزادی. بفهمید، تو این گزارش که الان دیدیم اشاره کرده بود به وحشت زدگی خامنه‌ای در حرفاش، ولی تا اونجا که میشد حرفاش شنید، حاکی از یک مثلا قدر قدرتی و اینکه توان حل مشکلات رو داریم و عبور میکنیم درش به خوبی دیده میشد. شما ارزیابیتون چیه؟ بله، اینکه اینقدر قدرتی های خامنه ای در صحبت هایی که دیروز به مناسبت همین 19 دی کرده بود، البته این صحبت هایی که میکنه همیشه بایستی صحبت های خامنه ای رو ترجمه کرد، چون به اصطلاح معمول این با وارونگویی باید حرفاشو به اصطلاح تجزیه و تحلیل کرد. یعنی هر چی میگه رو بایستی مثلا بعضا 180 درجه اون طرفه شدید. مثلا تو همین صحبت هایی که دیروز کرده بود، من به یه تیکه از اون اشاره میکنم. ببینید، میگه 40 سال است که این قدرت جوان دارد حرکت میکنه، دارد روز به روز رشد میکند. منظور تروریسم داره میگه دیگه، یعنی بنیادگرای تروریسم داره روز به روز رشد میکند. بله، پرورش پیدا میکند، روز به روز تنومندتر دارد میشود. یا مثلا تو جای دیگه تو همین صحبت ها اشاره میکنه که ما در این 40 سال تا امروز موفق بودیم. معلوم نیست تو چه زمینه موفق بوده، ولی به هر حال میگه موفق بودیم. شما ببینید در کدام کشورها، در بین ملت ها فریاد مرگ بر آمریکا بلند میشود. ببینید، یکی از به اصطلاح نکاتی که میخواد اشاره بکنه از پیروزی هاش اینه که در کدام کشور شعار مرگ بر آمریکا مثلا اینقدر دارم گفته میشه. اینا همونطوری که عرض کردم بایستی به صورت واقعی حرفای خامنه ای رو به دلیل همین معکوس گوییش و وارونه گوییش 180 درجه برگردونیم. مثلا شما ببینید، یک کشوری که یا یک حاکمیتی که خب در قدرت مسائل جامعه رو حل کرده و همه دارن میبینن دیگه،
نیاز نیست که بیاد هی بگه ما نمیدونم این کارو کردیم اون کارو کردیم و حرفایی که اصلا پا تو واقعیت نداره، چون واقعیت جامعه ما، شعارهای قیام دی ما، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر روحانی، خب خیلی واضحه، خودشون هم میدونن. در حالی که پایه های رژیم به دلیل وضعیتی که الان داره به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی و به لحاظ سیاسی از درون خودش که حالا بعدا اشاره خواهیم کرد که الان جناح به جون همدیگه افتادن به دلیل وضعیتی که الان دارن، خب این اومده داره با یه قدر قدرتی به اصطلاح خیلی مبتذل داره حرفا رو همه رو وارونه جلوه میده. بله. و این یک شگردیه که خب این همیشه به کار میبره، ولی باعث دقیقاً اون چیزی که داره در موردش قدرت نمایی میکنه بدونید که در همون نقطه آسیب پذیری و ضعفش. مثلا ببینیم واقعیت هایی که الان جامعه وجود داره، تورم 60% و گران شدن 300-400% در همین سال جاری. بله. مایحتاج عمومی مردم. یعنی که ببینید مثلا در زمینه انزوا در جامعه بین المللی، همینطوری که اطلاع دارین همین چند روز پیش اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات رو با این تروریستاشو برد توی لیست تحریم خودش، که البته از نظر ما این کار خیلی زودتر باید انجام میشد، خیلی کمه، باید کلیت وزارت اطلاعات، نه تنها وزارت اطلاعات، باید سی سپاه پاسداران هم در لیست تحریم ها بره. ولی ببینید الان در این وضعیت بین المللیه، تازه اروپا به قول خودشون یکی از چیزایی که میخواد با اینا وارد معامله بشه به دلیل منافع اقتصادی که دارن و قارتی که میشه. ولی ببینید این همون وضعیتی که اینا الان حتی تو جامعه بین المللی هم الان دارن، در نتیجه صحبت کردن از قدرت و از اینکه ما مسائلمون رو همونطوری که الان گفتیم در 40 سالگی و جوانی و نمیدونم داریم پیش میریم و این حرفا، خب اینا همه و همه یک به اصطلاح اظهاراتیه که مجبوره بیا تو صحنه این چیزا رو بگه برای دلداری دادن به یک سری عناصر خودش. بله. حالا شما الان تو صحبتی که کردین به جنبه های مختلف حرفای خامنه ای اشاره کردید. بله. اما حرف اصلیش چی بود؟ یعنی حرف اصلی خامنه ای در یک کلام اگر بخوام بگیم، این ابراز وحشتیه که از آینده رژیم میکنه. مثلا اگر شما توجه کرده باشید صحبتی که خامنه ای اصلا خودش کرد در مورد اینکه در به اصطلاح سال امسال آماده سازی میکنن و در سال آینده اینا میخوان 98 میخوان توطئه بکنن و این حرفا، اینا چیزی که اصلا خودش باب کرد این وحشتو از آینده رژیم، که بعدم آخوندهای به اصطلاح در نماز جمعه ها و این حرفا اینا رو تکرار کردن، این جمله علم الهدا و غیره، که اومد دوباره همین صحبت ها رو وحشت رژیم رو بیان کردن از این حرفا. مثلا ببینید در یک جای دیگه در صحبتاش میگه مردم باید هوشیار باشن، متوجه باشن. مردم که باید هوشیار باشن یعنی همین عناصر اطلاعاتی شده داره میگه، چون مردم که هوشیارن، مردم تو خیابونا همه هوشیارن. اصلا نمیخواد خامنه ای نگران باشه در مورد هوشیاری مردم، چون مردم صبح تا شب تو خیابون دارن شعار به اصطلاح بر علیه این حاکمیت میدن. ولی باز میگه مردم باید هوشیار باشن، متوجه باشن، مردم را با کمال وقاحت به مواجهه با انقلاب با نظام دعوت میکنن. خب اگر این مسائل مردم حله، این حاکمیت هم که پایه‌اش خیلی محکمه، مثلا یکی هم بیاد این وسط بخواد بر علیه این نظام و یه چیزی یه حرفایی بزنه، خب تأثیری نداره. یعنی خب مردم دارن میبینن مثلا همه چیشون حله. این حرفایی که این داره میزنه در بستر یک وضعیت بقایت به قول معروف جامعه ای که از فساد و فحشا و ازم به خدمت شما اعتیاد و فقر گریبان گیرشه، خب در بستر این جامعه میشه به اصطلاح حرفی زد که مردم با گوشت پوستشون دارن لمس میکنن و اونو دنبال میکنن، همون چیزی که الان مقاومت داره به اصطلاح میگه. ولی به هر حال این ادامه میده، میگه این مردمی که نظام متکی به آنهاست، اگر پشتوانه نظام پشتیبان نظام نبودن این ماجرایی به این اهمیت پیش نمی اومد. معلوم نیست اصلا چیو داریم، چون مردمی که تو خیابون دارن بر علیه اینا میگن، اینقدر وقیحن
ادامه داره میده خامنه ای تو صحبتاش، اینقدر وقیحن که همین مردم را وادار میکنن، یعنی تشویق میکنن، تحریک میکنن به مواجهه با نظام. مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی کنند، علیه این تبلیغات حرکت کنند. چلو یه حرف علیکی هم زده که دیگه مردم حالا دیگه مثلا تبلیغات توشون تاثیر نذاره. خب همونطوری که عرض کردم، جامعه اگر دوچار مثلا وضعیت مناسبی باشه، مثلا خب همه کشور دنیا کسی این به حرفی بزنه خب تاثیری نداره. پس اینی که الان این حرفا رو که داره میزنه با توجه به وضعیت انفجاری جامعه که الان در قیام‌ها، در قیام‌های مستمر تمامی اقشار مواجهیم و هر روز داریم به اصطلاح می‌بینیم، خب این حرفا فقط و فقط بیان وحشت رژیم از آیندهشه که داره به این صورت به اصطلاح خودشو نمایان میکنه تو صحبت رژیم. حالا اینکه شما میگید نشانگر وحشت رژیمه و اشاره کردیم به ابراز نگرانی خامنه ای، نگرانیش از چی هست؟ ببینید ابعاد نگرانی خامنه ای خب در اساس از قیامه. اصلا تمام این حرفا که این داره میزنه به دلیل قیامه. مثلا اومده در مورد معیشت مردم که ببینم مسئولین بایستی دنبال معیشت مردمش، حل فصل مسئله معیشت مردم این حرفاش. معیشت همون چیزی که تو خیابونا الان دارن میگن و مردمی که به اصطلاح دیگه از این رژیم سالیانه که دیگه ناامیدن و خواستار سرنگونی این رژیم هستن در تمامیتش، در تمام جناهاش. در نتیجه خب این حرفی که این داره میزنه در ابعاد مختلفه. مثلا حتی اشاره میکنه مثلا در صحبتاش، در همین صحبتاش به عملیات فروغ جاویدان که از مقاومت اون زمان جشن گرفته که سرنگون نشده. خب یا مثلا در پایگاه اصلی فکری این رژیم که خود حوزه قم هستش، اینا در اونجا هم دوچاره بسیار بحران شدیدی هن الان. یعنی الان اونجا در خود حوزه، یعنی پایگاه اصلی که تفکر اینا اونجا به اصطلاح پیش میره و تئوریزه میشه و ادامه پیدا میکنه، در همونجا هم الان خامنه‌ای به شدت منفوری، یعنی جناحی هستن در درون حوزه که اونجا هم دارن با ولایت فقیه و این دستگاه حاکمیت خامنه‌ای روبرو هستن. مثلا ببینید اینو صحبتیه که قبلا مثلا همین آخوند یزدی رئیس جامعه مدرسین و یا این احمد خاتمی گفته بودن، ولی تو همین بعد از صحبت‌های این تو جدیدترین صحبتی که این کردن آخوند کعبی از مدرسین حوزه علمی است که در مجلس خبرگان عضویت مجلس خبرگان رو داره و اینجوری صحبت میکنه. دقت کنید ببینید دشمن از، یعنی از کجا داره میترسه و دشمنشو چی معرفی میکنه. میگه دشمنان ما و مجاهدین به دنبال این هستن که روحیه انقلابی در قم تضعیف بشود که در این زمینه چند اقدام را دنبال میکنن. پس تا این نقطه دشمن کیه؟ دشمنان که داره میگه، یعنی دشمن داره دشمن اصلیشو داره معرفی میکنه. بله. مجاهدین هستن. ادامه میده، نقطه اول این است که مرجعیت انقلابی را تخریب کنن. مرجعیت انقلابی یعنی خود همین حاکمیت که خامنه ای تو صحبتهای همین دیروزش اینا رو به عنوان یک جریان خائن بهشون اطلاق کرده بود. ادامه میده این همین آخوند کعبی، دوم این که مردم را از روحانیت جدا کنن و بین این دو فاصله ایجاد کنن. بعدم فاصله دیگه اصلا معلومه چی میده. سوم هم این که روحانیت رو به دو دسته تقسیم کنن. پس نگاه کنید اینا هر وقت از نفوذ مجاهدین صحبت دارن میکنند، یعنی دارن از اون راه رسم و مشی که مجاهدین و مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم، یعنی پیام سرنگونی میگیرن وقتی که دارن در مورد مجاهدین صحبت میکنن. بله. خیلی واضح داره این میگه الان.
همونطوری که الان خدمتتون عرض کردم یه کار رسیده به حوزه علمیه. یعنی در نفوذ مجاهدین رو اونجا دارن الان در جامعه که جای خودش داره، یه این کشیده شده به حوزه علمیه و ترس رژیم از اینکه به اصطلاح این جریان در درون حوزه ادامه پیدا بکنه و منجر بشه به اصطلاح به یک سری اعتراضاتی در داخل خود حوزه. نتیجه‌گیری که میشه کرد، پیامی که خامنه ای داره در این صحبتاش میده پیام ضعفه. یعنی تمام حرفاشو که معکوس بکنیم از انزوای بین المللیش، از وضعیت قیام مجبورش کرده که بیاد یک سری قدر قدرت‌های بسیار پوشالی، مبتذل و مضحکی رو تو این صحبتاش بکنه که خب چه افکار عمومی داخل ایران و چه افکار عمومی بین المللی به خوبی میدونن که این حرفا هیچ کدوم پای اساس واقعی نداره و صرفاً ترس از آینده رژیمه که خودش این صحبت و این حرفی که داریم میزنیم و ترس به اصطلاح از وضعیت آینده رژیم رو در صحبتاش تو همین چند هفته قبل کرده بودش. بله، خیلی خیلی متشکرم از توضیحاتی که برای ما دادید. خواهش. دوستان عزیز، گفتگویی بود با احمد گلفشار. انشالله که مجموع برنامه امروز تیک تاک مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار همه شما.